سلام به دوستان و همراهان عزیزم. آموزش کیک مدوبیک رو داریم. یک کیک بسیار پرطرفدار روسی هست. این کیک مورد توجه خیلی ها هستش. یه سری قلق داره، دستورهای متعددی هستش. من بهترین دستور رو انتخاب کردم که آموزش بدم. آب رو روی حرارت مثلا مستقیم قرار میدیم و یک ظرفی رو روش قرار میدم و حرارت رو روشن میکنم. به توسط بخار آب میخوام موادم با هم مخلوط بشه. 200 گرم کره، 170 گرم شکر، 150 گرم عسل، 3 عدد تخم مرغ. اجازه میدم که مواد با هم مخلوط بشه رو حرارت غیر مستقیم و کره ها هم ذوب بشه. وقتی موادمون یک دست شد، بهش دو قاشق چای خوری بیکینگ سودا رو اضافه میکنیم. بیکینگ سودا که حل شد داخل موادمون، دیگه کاسه رو باید بذاریم کنار و آرد رو بهش اضافه کنیم. 600 گرم آرد الک شده دارم، بهش یک قاشق سوپ خوری هل اضافه میکنم، هل آسیاب شده، و یک قاشق چای خوری هم نمک اضافه میکنم به موادمون تا هنوز گرمه. نیمی از موادو بریزید، مخلوط کنید. بقیه آردم اضافه کنید. خب خمیرمون رو باید استراحت بدیم. یه سلفون پهن بکنید و کاملا خمیر رو روش پهن بکنید. تمام خمیر رو روش پهن بکنید. طوری باید بپیچین که اصلا هوا داخل خمیر نه. خب این خمیر رو داخل یخچال به مدت 6 ساعت استراحتش میدم. خمیر رو میذاریم از یخچال بیرون. یکم که نرم شد، شروع میکنیم به جدا کردن خمیر و کشیدنش که حدوداً 100 گرم هر خمیری شده. آماده میکنیم و سعی کنید روش رو بپوشونید که خشک نشه و بعد شروع کنید به باز کردن خمیر. خمیرتون اگر خنک باشه به هیچ عنوان نمیچسبه به وردنتون. اگر دیدین که میچسبه، یک خیلی کم بهش آرد اضافه بکنید، یا اینکه مثلا اینجوری به وردنتون آرد بمالید. خمیرتون که باز شد، یک کاتر انتخاب بکنید که کاتر من حدوداً 19 سانته، 19 الی 20 سانت برش بزنید. خمیرهای دورش رو جدا کنید. خمیرهای دورش هم برای پخت میخواییم استفاده بکنیم که ریز خورد کنیم و برای کیک استفاده کنیم. میتونید روی همین قسمت بذارید خمیرها هم، خمیرهای اضافی رو که اونو هم پخته بشه. اگر رو کاغذ روغنی باز بکنید خمیرتون رو، به همین ترتیب هم میتونید بذارید داخل فر. دمای فر روی 160 درجه به مدت 6 دقیقه تا 7 دقیقه، بستگی داره که روش کاملا طلایی بشه، بذارید تا بپزه. گرم خامه شیرین شده و فرم گرفته. من از پنیر خامه ای استفاده می کنم که بدون نمکش هم هست، به میزان 700 گرم. به 40 گرم هم پودر قند اضافه می کنم. کیک هامون پخته شده و خنک شده.
اگر کاملا بذارید یک روز یا دو روزم بمونه بسیار عالی تر میشه و بهتر میشه و لایه های نازک و ترتمیز. خب برای اینکه خیلی خیلی خشکه، ما از شربت عسل برای مرطوب کردنش استفاده میکنیم. یه سه قاشق عسل و یک پیمونه آب استفاده کنید. یک لایه خیلی نازک از کرم روی کیک بیسکویتمون میکشیم. لایه بعد رو باز مرطوبش میکنم. آخرین لایه رو میذاریم روش و لایه کریمیمون رو روی سطح آخر کیک کاملا، یه سطح کیک رو بهتره که مرطوب نکنید و بذارید که همینطور بذارید بمونه. یه آستر‌کشی اولیه روی دیواره کیک انجام میدیم و کیک رو به مدت 2 ساعت داخل یخچال یا بهتره که 1 ساعت داخل فریزر قرار بدیم تا کاملا منسجم بشه و خودش رو بگیره و بتونید راحت تزیینش بکنید. خب در همین حد کافیه. خب من از این تلخ ها مخصوص دسره دور کیکم میپیچم و اگر از این رینگ ها هم داشتید میتونید استفاده کنید و باز فیکس ترش بکنید. اطراف خمیرمون که پخته بود اونها رو هم که میپزیم و برای تزیین دور کیکمون میخوایم ازش استفاده کنیم. میریزیم تو دستگاه خردش میکنیم. کیک های دیگه مدوبیک هم داخل کانال قرار خواهد گرفت که به زودی من داخل کانال قرارش میدم. اگر اون زنگوله رو بزنید بقیه آموزش ها هم براتون به نمایش در میاد. امیدوارم لذت ببرید و برای دوستانتون هم ارسال کنید. در همین حد کافیه که کرم رو روی کیکتون صاف کنید و بعد با خرده های کیکی که پودر کرده بودیم روی دیواره و روی سطح کیک رو آغشته میکنید. خب بریم این خوشمزه جذاب رو تست کنیم.
به به، نظیره. یعنی هرچی من کیک میخورم بی نظیره، اینم یکیشه.